یک دوست خوشزوقی آمده و پیشبینی کرده اگر ایران گل بخوره در اون عرضم به حضورتون بازی در روز تاسوعا صحنه چگونه خواهد بود. نگاه کنید گزارش بازی ایران کره روز تاسوعا. یه پاس توی عمق مدافع کره بله اشتباه میکنه، قوچان نجات توپ رو میگیره، یه ضربه و گل. بله گل میزنه تیم ملی کشورمون. گلدن صحنه هسته رو میبینید، حزن و اندوه در چهره تمام بازیکنان عزادار ما کاملا مشخص است. تسلیت عرض میکنم روز تاسوعای حسینی به خدمت شما عزیزان تماشاگر. اصغر و قاسم، جعفر و اکبر، اصغر و قاسم، حلق زده دور ماه بنی هاشم، حلق زده دور ماه بنی هاشم. سپاهی خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. بله ازم به حضورتون که امیدوارم این آرزو آقای خمینی جامعه عمل بپوشه. ولی امروز دوباره باز یاد حرف آقای خمینی میفتید که آرزو کرده که ما همه آدم بشیم. گوش بدید لطفا. به روح قوی حضرت رضا سلامت الله علیه در حال دریافت شفا بود. مثلا میگو یه دختر فلجی رو 16-17 سالش بود از کاشمر آورده بودن، فلج مادرزاد بود، این طرف سمت چپ من بود. یه پسر دیوونه رو آورده بودن با زنجیر بسته بودن، 3 نفر مواظبش بودن، این سمت راست من بود. در آن واحد حضرت شروع کردن به این دوتا عنایت کردن، این دوتا شروع کردن دریافت کردن، روحشون وصل شده بود. تو اون دریافت من حس کردم، داد زدم دارن شفا میگیرن، دارن شفا میگیرن. یه دفعه دختر از جا بلند شد، دختری که تو عمرش بلند نشد از جا بلند شد، گفت مامان حضرت رضا آمدن منو شفا دادن. اون ناصر دیوونه که سمت راست من بود که با زنجیر واسه من شد، اونم گفت زنجیر ها مواقع کنین، آقا دست به سرم کشیده. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. عرضم بزرگتون که اولا این خزعبلاتی که میشنوید این فقط در بین شیعه و بین جمهوری اسلامی اینها نیست، تو کلیساها همه جا از این مزخرفات فراوونه. آقایون این دیگه مربوطه به قرن نمیدونم دوم نمیدونم هجرت که نیست که، این به داستان امام رضا و الانه. لطف کنید 3-4 از این شفایافتگان رو بیارید ایمان، باور، اعتقاد به انسان انرژی میده و این انرژی سلولهای بدن رو، ذهنیت انسان رو در قبال بیماری بالا میبره. تردیدی نکنید. حالا این امام رضا باشه یا حضرت مسیح باشه یا نمیدونم موسی باشه یا هر کس دیگری، اینی که انسان با همه وجودش با همه اعتقادش به یک موضوع ایمان بیاره و معتقد بشه به اینکه اون موضوع قادره که تحول درش ایجاد کنه، همین این باور، همینی که شما احساس میکنید یک پشتیبان دارید، این قدرت شما رو بالا میبره. و اما اندازه داره دیگه، دیوونه رو عاقل نمیکنه، فلج مادرزاد رو نمیذاره مسابقه دو شرکت بکنن. حالا اگر چنینه، آقا یه 10 دکتر شما بیارید، 2 نمونه از اینام بیارید در یک مجمع پزشکی مثلا مطرح کنیم. ما اصلا بیمارستان رو تعطیل کنیم، تمام هزینه های بیمارستان رو بردیم توی امام رضا خرج کنیم. ما دیوونه ایم. وقتی بدون اتاق عمل، بدون جراح، بدون ماینه، بدون آزمایش دیوانه عاقل میشه. اصلا حماقته که ما بریم بیمارستان بسازیم، بریم همه امامزاده رو همه رو تبدیل بکنیم به امام رضا.
اینقدر از این پنجره ها زیاد کنیم که همه بیمارامون هم فردا برن. منطمئن نمیدونم آقای خامنه ای وقتی پروستاتش درد میگیره چرا میگه بیمارستان، چرا به امام رضا متوسل نمیشه؟ خب اون که اصلا قرق خونم براش 24 ساعت امام رضا رو قرق خونم، چرا میره بیمارستان بستری میشه؟ به این آقا امام رضا اگر توان شفا دادن داشت خودش در اثر خوردن انگور مسموم مریض نمیشد. امام رضا اگر توان داشت مردنده بکنه خودش نمیمرد. دختر رو خودم تو گلمی فلک اونا